قبل از هر چیز تشکر میکنم از برگزار کنندگان اجلاس فیاس، همچنین بورس میزبانی بورس قزاقستان. به نظر میرسه که بورس اوراق بهادار تهران و صنایع اون دو چالش بسیار با اهمیت رو در سال آینده میلادی و سالهای پیش رو در پیش داشته باشن. مهمترین چالش بحث قیمتگذاری دستوری هستش که با توجه به اثرات با اهمیتی که در صنایع و شرکت‌های ایرانی باقی خواهد گذاشت، خب چالشی است که مدیران بازار سرمایه به دنبال تعامل هستند تا اثرات اون رو به حداقل برسونن. نکته دوم و چالش دوم بحث حاکمیت شرکتی و کورپوریت گاورننس هست که به نظر میرسه که این موضوع با توجه به قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران و تلاش هایی که مدیران این بازار در خصوص بهبود حاکمیت شرکتی در ایران دارند بهتر میتونه به شفافیت کمک بکنه و این دو تا چالش فکر میکنم که مهمترین نقاطی است که مدیران بازار سرمایه در ایران بر اون روی اون متمرکز هستند. ما در سال جاری میلادی یکی از بازارهای بعد از چندین سال یکی از بازارهای بسیار با اهمیتی که لانچ کردیم و شروع به کار کرد بازار سرمایه گذار حرفه‌ای بودش و در این بازار به دنبال این هستیم که بعد از اتفاقاتی که طی دو سه سال گذشته با اقبالی که مردم به بازار سرمایه نشون دادن مسیر رو فراهم بکنیم که تأمین مالی در بازار اولیه که مهمترین هدف هر نوع از بازارهای سرمایه هستش بتونه این تأمین مالی انجام بشه. به خاطر همین در بازار سرمایه گذار حرفه‌ای یکی از ابزارهایی که پیشنهاد دادیم بازار سرمایه گذاری شرکت سهامی آن پروژه بوده که در اون پروژه های سرمایه گذاری تأمین مالی میشن. همچنین ابزارهایی که در دنیا متداول هست مثل صندوق‌های خصوصی PE ها و VC ها هم در این بازار قابل استفاده کردن هستند. رویکرد اساسی بورس اوراق بهادار تهران کمک به تأمین مالی در بازارهای سرمایه هستش. خب ما منطقه خاورمیانه منطقه بسیار با اهمیتی هست در خصوص شرکت بورس‌های دنیای بورس‌های بسیار مهمی هم در این منطقه به اصطلاح مشغول فعالیت هستند. قطعاً به نظر میرسه با سطح منابع و ذخایر نفت و گاز و معادنی که در این منطقه وجود داره و شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند چشم‌انداز بسیار خوبی دارن، ولی با توجه به نگاه و رویکرد نوینی که در بورس‌های منطقه خصوصا در کشور عزیزمون ایران و کشور حاشیه خلیج فارس در خصوص اقتصاد دیجیتال به اصطلاح فراهم شده، امیدوار هستیم که مسیر بازارهای نوظهور و توسعه یافته را طی بکنند و امیدوار هستیم که طی چند سال آینده چهره متفاوتی از بورس‌های منطقه‌ای رو در عرصه جهانی شاهد باشیم. ببینید بازار سرمایه گذار حرفه‌ای هدف اساسیش اینه که کسب و کارهای کوچک و متوسط رو بتواند تأمین مالی بکنه و به جای اینکه بنگاه‌ها از طریق بازار بدهی تأمین مالی بکنن با اشتراک گذاری سرمایه‌های خودشون و سهام خودشون بتونن به اصطلاح بخشی از مالکیت رو انتقال بدن و در پروژه‌هاشون سرمایه گذاری بکنن. هدف اساسی بازار سرمایه گذار حرفه‌ای این هستش که بتواند میدانداری درستی رو در بازار سرمایه ایران در قیاس با بازارهای رقیب خودش مثل صنعت بانکی داشته باشه تا بتواند انشالله در آینده سهم بازار سرمایه در تأمین مالی صنایع از جایگاه فعلی که قرار داره به جایگاه‌های ممتازی انشالله ارتقا بده.